تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه تفسیر چند دقیقه ای داریم. رسیدیم به جزء 11 سوره یونس، آیه 62 و 63. این دو تا آیه کوچولوه، با هم بخونیم. اما آیه 62: الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آگاه باشید که قطعا بر اولیای خدا نه ترسی است و نه اندوهگین میشوند. آیه 63: الذين امنوا وكانوا يتقون. اولیاء خدا کسانی هستند که ایمان دارند و شیوه آنها پرهیزکاری است. اولیاء خدا ترس ندارن، حزن ندارن. سعی کنید از اولیاء خدا باشید، خوف ندارید. اولیاء خدا کسانی هستن که آمنو و کانو یتقو، ایمان دارن و به طبق ایمانشون پروا دارن، یعنی واجبات رو انجام میدن، از حرام ها دوری میکنن. این مسئله که میگن که آدم اون رو که پاک است از حساب چه پاک است، اینا که میترسن یه گیری تو کار خودشونه. مثلا کدوم راننده میترسه؟ راننده های میترسن که 5 تا حالت داشته باشن: 1 راه رو بلد نباشه، 2 جواهی نامه نداشته باشه، 3 بنزین نداشته باشه، 4 قاچاق بار کرده باشه، 5 یادم فراری که سوار کرده باشه. اما اگر کسی گواهی نامه داره، یعنی طبق قانون خدا عمل کرده، بنزین داره، زاد و توشه برداشته، راه و بلده، دستش دست یک عالمه، بیراهه نمیره، قاچاق بار نکرده، قاچاقچی سوار نکرده، چرا بترسه؟ الا آگاه باشید، ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم، نمیترسن. آدم که میترسه معلومش از اولیاء خدا نیست. قرآن میفرماد در سوره جمعه: ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس. ای یهودیا، اگر شما فکر میکنید شما اولیاء الله هستید، فتمنوا الموت. نمیگه فلا تخافوا، نمیگه از مرگ نترسید، فتمنوا الموت، آرزوی مردن باید بکنید. شما دوست دارید 1000 سال عمر کنید. یود احدکم لو یعمر الف سنه. قرآن میگه بعد یه هر یک از شما میخواد 1000 سال عمر کنه. بلفکر کنه که 1000 سال عمر کنه از خطر جسته و ما هو به مزحزحه. شما 1000 سال عمر کنی گیر میفتی، گازر پوست به دباخونه میفته. الینا مرجعکم. اولیاء خدا نمیترسن. ببینید امام خمینی وقتی وصیت میکنه میگه من با دلی آرام و نفسی مطمئن. دلی آرام و نفسی مطمئن. الا ان اولیاء الله، اولیاء خدا، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. از اول عمرشون هر کاری میخواستن بکنن، دیدن اگر حجت شرعی دارن، نگه دلیل دارن، انجام دادن. رو هوا هوس کار نکردن. اگر پولی خرج کردن به فکر قیامت بودن، انا نخاف من ربنا. پولی که خرج کردن برای این رأی خرج کردن که رأی بیارن، مردم به اینا رأی بدن. پول خرج نکردن برای که پوز بدن. پول خرج نکردن برای که تو رو دروازه گیر کردن. پول خرج نکردن چون رفتم خوردم حالا باز یه پول خرج کنیم پس بده. پول برای رقابت نیست، برای چشمم چشمی نیست، برای تاون نیست، از ترس نیست. اگر پول خرج کنن بر قیامته. لا یحزنهم الفزع الاکبر. قرآن میگه اولیاء خدا اون تلخی‌های روز قیامت اینها رو غمناک نمی‌کنه. لا خوف علیهم. تو خوف جمله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون مکرر تو قرآن اومده. خب حدیث داریم اولیاء خدا کیان؟ اولیاء خدا کسانی هستن که پیغمبر فرمود سکوتشون ذکره، نگاهشون عبرته، سخنشون حکمته، حرکتشون تو جامعه برکته.
نقش اولیاء خداست. اولیاء خدا وجودشون برکته، سکوتشون ذکر، نگاهشون عبرته، سخنشون حکمته. ولی خدا اگر یه جای باشه، خداوند به خاطر اون ولی خدا قهر و غضبش رو از اون منطقه میبره. وقتی خدا به فرشته ها گفت برید قوم لوط به خاطر خرابکاری ها که کردن شهرشون رو زیر رو کنید، فرشته ها اومدن دیدن حضرت لوط اونجاست. حضرت لوط پیغمبر بود، از اولیای خدا بود. فرشته ها گفتن آقا چطور این شهر رو زیر رو کنیم؟ ولی خدا توشه. جای که ولی خدا توشه که نمیشه زیر رو که. ان فیها لوطا، خدای در این منطقه لوطه. تو ما گفتی شهر رو زیر رو کنیم، خب ولی خدا توشه. قرآن میگه که نحن اعلم بمن فیها، من میدونم لوط توشه. به اون میگیم پشو بره، خطاب شد به لوط، پشو برو، پشو برو که تو نباشی بعد شهر رو زیر رو بکنیم. یعنی فرشته ها اینو میفهمن که اگر یه جای ولی خدا هست نباید زیر رو بشه. داریم توسط مردان خوب خداوند بلا رو از مردم عادی برمیگردونه. اولیاء خدا خوف برشون نیست، اندوهگین نمیشن. و کسی که ولی خدا، خدا ولیونه. الله ولی الذین آمنوا، نه که فقط شما خدا دوست داری، خدا هم تو رو دوست داره. رضی الله عنه و رضوا عنه، اذکرونی اذکر کن، تنصر ینصر. خدا اگر تو ولی خدا هستی، خدا ولی ازده داره تو اگر بنده من باشی، من صفات خدایی رو به تو منتقل میکنم. ابدعتنی، تو مطیع من باش. یعنی اونجایی که من میگم ببین ببین، اونجایی که من میگم بگو بگو، اونجایی که من میگم انجام بده انجام بده، اونجایی که میگم انجام نده انجام نده. تو اگر در بس تحت اوامر و نواهی من بودی، اوامر من انجام دادی، نواهی من رو ترک کردی، او وقت از علیک مثلی یا مثلی، من یه کار میکنم که نفست نفس خدای باشه. یعنی تو که خدا مرد رو زنده میکنه، تو به مریض دعا کنی مستجاب میشه، نفست الهی میشه، وجودت مبارک میشه. خب کسی که خوف الهی داشته باشه دیگه خوف دیگه نداره. ان اولیاء الله، اولیاء الله چون خوف خدا دارن دیگه کسی دیگه نمیترسن. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء خدا کیان؟ الذین آمنوا و کانوا یتقون. کانوا یتقون، کانوا همیشه مال استمراره، فعل مضارع یتقون مال کانوا یتقون، این تقوا پیشه باشن، نه حالا در یه جا مثلا یه از خلاف دوری کردن. کانوا یتقون، اولیاء خدا اینه که ایمان و تقوا پیشه اونها باشه، یعنی کار دائمی اونها باشه، ایمانشون موسمی و مقطعی و سطحی نباشه. آمنوا و کانوا یتقون. خب خدایا تو رو به حق همین اولیایی که تو این آیه گفتی الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، تو رو به حق همون اولیا ما رو به اون اولیا ملحق کن، صفت اولیا رو به منم بده. آیه 62 و 63 سوره یونس تمام. السلام علیکم و رحمت الله.